أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر فيها إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآله خير الأنام واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. ای خدا دادی اجازه آمدن خیش را در
در بین خوبان جا زدم، باز را هم داده ای ای مهمان نواز، با من کجا و محفل ذکر و دعا، باز هم تو کرده ای از من حیا، عوض این که من ازت حیا کنم تو ازم حیا میکنی. یا خدا یا الله، گویی من بنده ای پاکیزه میدهد ستاریت انگیزه تو که آگه تر زمن هستی، زمن پرده ام را باز هم بالا نزد. یا ستار العیوب یا الله، گر نباشد لطف تو عالی جناب، کس نمی گوید سلامم را جواب. از زمین خورده خبر داری خدا، باز هم کن آبرو داری خدا. ای خدا ندارد هیچ کس، یا الهی خود به فریادم برس. گرچه نعمت خرج اسیان کرده بی حیایی ها فراوان کرده، عمر خود را باختم محض گناه. ظلم تو نفسی و تجرأت بجهلی، عمر خود را باختم محض گناه. خیش را انداختم در بین چاه، عابر گم کرده راه جاده به هر جرم و تا
تباهی داده. هرچه بر قبرم شوم نزدیکتر، آی اونایی که زیر خواب خوابیده اید صدای ما رو میشنوید. آی هرچه بر قبرم شوم نزدیکتر، آه میگردد دلم تاریکتر. سر به راه بنده رب می شوم. خدایا ای که فرصت ها فراوان دادیم، کرده ای عبد امام مهدیم یا صاحب الزمان. اعتبارم داده ای بین همه، میشناسندم به نام فاطمه. فاطمه حال که خواندی مرا وقت سحر، پیش زهرا آبرو برویم را مبر. انا لله و انا الیه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بر محمد و آل محمد صلوات. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. عرایز بنده در شب گذشته تا اینجا رسید که خداوند کارت دعوتی را فرستاده در یک میهمانی که در اون میهمانی فرشتگان مقرب خدا خدمتگزاران آن میهمانی هستند و نامرسان این دعوت عزیزترین و بهترین و والاترین مخلوقاتش رو میفرسته. قل انما انا بشر مثلكم.
عزیزترین مخلوقات را مثل شما بشر خلق کرده، اونم مثل شما را میره حرف میزنه، شبیه شماست از لحاظ ظاهری. یوحا الیه، حالا دعوت خدا رو قبول کنید، مهمونی خدا رو قبول کنید. فمن کان یرجو لقاء ربه، حالایی که شما میخواید به این منزله برسید، لقاء الله برسید، باید شرطی داشته باشه. شرطش چیه؟ فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. بنابراین شما میتونی، اختیار دست توه، اراده داری، میتونی خودت بیای وارد مهمانی بشی و صابخونه رو ملاقات بکنی، و میتونی هم نیای. اون ملاقاتی که ما این پرده رو، ما این مهمونی رو باز کردیم، میتونی کورکورانه رد بشی بره، ولی یه ملاقات دیگری هست، همه باید خدا را ملاقات کنند. الله اکبر. ولی اونجا دیگه معلوم نیست، من اهل کرامت الله باشی تجد الله توابا رحیما بشی، نام کریم خدا بر عبادش تجلی کند، یا ان الله شدید العذاب العقاب، اون بر انسان تجلی کند. روز قیامت همه باید به اون مرحله لقا برسند، صابخونه رو باید دید، احساس کرد. اما یک گزینه، یه سر، یه شرطی داره. اگه میخوای از اون آدمایی باشی که از این سفره الهی استفاده کنی، باید عمل صالح داشته باشی. انتم فی ضیافت الله دعیتم فيه إلى ضيافة الله تبارك وتعالى، وهذه الضيافة أبلغها النبي الأعظم أبو القاسم أبو الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول الله جاء ودعاك أنت، الآن أنت باختيارك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح والإخلاص لله تبارك وتعالى، هذا العمل الصالح. الآن عندنا نقاط نذكرها بالنسبة للحالة الأولى اللي هي العمل الصالح. أول مسألة وأول نقطة، هذا التساؤل، لماذا خلقنا الله تعالى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أنت لم تخلق عبثا، العالم كله ما خلق عبثا، هناك غاية من خلقتك أنت. شنو هذه الغاية؟ يا ابن آدم لم أخلقك حتى أربح عليك. الله أكبر. لم أخلقك لأربح عليك، إنما خلقتك لتربح علي. أنت اللي الصفقة الرابحة بإيدك أنت. الله تعالى لا يحتاج إلى عبادتك، الله تعالى لا يحتاج إليك، لكنه كريم غني حميد. لذا دقت کنید این مطالب، این نکات، این نکته های سگانه رو قشنگ در ذهنمون پیاده کنیم، به خطور داشته باشیم این قضیه رو. الان راجع به قسمت اول، اخلاص نه، همون اول، عمل صالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا.
حالا سوال اولی که ما میکنیم، چرا ما اینجا اومدیم؟ چرا ما خلق شدیم؟ هیچ از خودت این سوال کردی؟ ماها قبل 50 سال و 60 سال و 80 سال و 100 سال نبودیم. چی شد الان اینجا هستیم؟ اومدیم اینجا. ما از کجا اومدیم؟ لذا امیر المؤمنین و مولا الموحدین اسد الله الغالب علی بن ابی طالب علیه السلام میفرمایند رحم الله امرأً عرف من این الى این فی این الى این من این فی این الى این، از کجا اومدی؟ اینجا باید چیکار بکنی؟ کجا داری میری؟ رحم الله، رحمت کنه خدا اون بنده ای رو که این سوالو بتونه جواب بده. آقا من برای چی اومدم اینجا؟ اصلا هدف این خلقت چه بوده؟ اف حسبتم انما خلقناکم عبثا، بیهوده بوده؟ نه. و انکم الینا لا ترجعون، باید برگردی، باید جواب بدی، باید صابخونه رو ملاقات کنی. حالا یه عده‌ای تو نماز شب با خدا حرف میزن، با صابخونه حرف میزنن، صداشو میشنون، قرآن میخونن، ولی یه عده باید هر جوری شده هممون باید به لقاء خدا نائل شیم، ولی اونجا دو دسته میشن، اصحاب الیمینی و اصحاب الشمال. حالا جواب این سوال چیه؟ خداوند میفرمایند در حدیث قدسیه، حدیث قدسی، یا ابن آدم لم اخلق که لأربح عليك، من تو رو خلق نکردم تا من یه سودی نصیب حال من بشه. حالا تمام این دنیا عبادت منو نکنن یا بکنن، از من چیزی کاسته نمیشه، به من چیزی اضافه نمیشه. انما خلقتک لتربح علی، تو این قضیه، تو این معامله، اونی که سود میبره فقط توی، کریم است، تو میخواد به تو یک چیزی بده، قابلت دونسته، تو رو خلق کرده، آورده اینجا. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الامام الصادق علیه السلام يقول اي يعرفون فلو عرفوه لعبدوه، يعبدون الله تبارك وتعالى، ولو عبدوا الله تبارك وتعالى لاستغنوا بعبادته عن عبادة الغير، عن كل شيء. هاي النقطة الثانية. ولذلك في الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. الله أكبر. لا يضر الله تبارك وتعالى إذا ظل العالم كله أو اهتدى كلهم، لكن النفع لك أيها الإنسان، أنت اللي تربح الصفقة الغالبة، الصفقة الرابحة أنت لأجلك. الله تعالى شاءت إرادته بأن يمنح لهذا الحيوان الناطق هذه القابلية لمعرفة الله تبارك وتعالى. الله أكبر. شو ما حساب كنت؟ یه نگاهی به خودمون بکنیم. انسان ها به شکل عام در یه حدی با حیوانات شبیه هست. بهش نگاه کنی، به خودت نگاه کنی، به اعضا و جوارحت نگاه کنی، یه جورایی شباهت داریم به باقی مخلوقات. حالا خداوند تبارک و تعالی خواسته تو خدا رو بشناسی. خیلی عظیم باید باشی، خیلی جایگاه بزرگی داشته باشی، به گاو و به گوسفند و به شتر و به اینا اجازه نداده مثل تو درک کنی، اراده داشته باشی بهش برسی. به یه حیوان اجازه داده پروردگار عالم.
سودش هم مال خودت، همش مال خودت، کریم از تو میدهد. داشتیم تو تونل میگذشتیم، حالا اینو همیشه میگم، یه بنده خدایی با ما بود، از من این سوالو کرد. از این تو ترین استیشن دید یه تونل مانندی بود و مردم همین جوری سرازی را میرفتن. میبینی بعضی موقع صبح ها همه میرن سر کارشون و اینا، چینی و نمیدونم اروپایی و سیاه و سفید و همه چی بود. یکی گفت اینا رو چی خدا خلق کرده؟ این همه اینا آخه چی قضیه؟ گفتم این جوابی بهش بدم، همین جوابش گفتم. گفتم چون کریمه. جوابش همینه، کریمه، خلق میکنه، میده. ولی تو باید بفهمی، تو باید ارزشش داشته باشی، وگرنه فرق تو و حیوان چیه؟ حیوان خدا که بهش عقل نداده، ولی بیچاره به تو که عقل داده. اومدی اینجا که چی؟ یه پایگاهیه، یه استیشنیه که به خدا برسی، یه مرحله‌ای رو طی کنی، تو مخلوق الهی هستی. حالا این مسئله دوم. نکته سوم چیه تا برسیم عمل صالح؟ فلیعمل عملا صالحا. آقایون عزیزان، فرصت عمر، این عمر ما خیلی زود میگذرد. این نکته رو خیلی توجه بهش داشته باشید، خیلی بهش توجه داشته باشید. این عمر مثل برق میگذره، میگذره و میره، تموم میشه، میره پی کارش، کما این که داره میگذره و خودت هم داری میبینی. طرف ازش پرسیدن که چند سالت؟ گفت 40 سال. گفت این 40 سال چه دوری گذشت؟ گفت لمح البصر، مثل اینکه یه پلکامو من ببندم و باز کنم. الان هر کسی تو مثلا 20 سالته، 30 سالی که 50 هست، چطور شد نمیدونم، الان 50 سالمه دیگه. گفت چقدر احتمال میدی زنده باشی؟ بیشتر از اونی که بودی؟ یعنی بیشتر از اونی که زندگی کردی؟ تو 50 سال زندگی کردی، احتمال میدی بازم 50 سال زندگی کنی؟ 100 سالت باشه؟ گفت نه، کمتر. گفت یعنی از زندگی تو اقل من لمح البصر مونده. یه لمح بصر تموم شد، یه کمتر از چشم زدن، پلک آمدن پایینم مونده، بمیری تموم بشه، بره تموم شد. زندگی اینه، حقیقت زندگی، حقیقت الحیات، حقیقت الحیات. العمر قصیر جدا، كلمح البصر او اقرب او اقل من ذلك. كيف قضيت سنينك؟ قال بلمح البصر، ما ادري، 50 سنة عمري لمح البصر. ايش قد تأمل انه تعيش اكثر من الذي مضى من عمرك؟ يعني هم تتصور ان تعيش 50 يعني 100 سنة ولا 70 سنة؟ العمر الوسطي هنا الافريج يعني 70 سنة. ايش قد هو؟ قال معناته الذي مضى منك لمح البصر، الذي يأتي يعني عمرك المتبقي أقل من لمح البصر. دير بالك، افتح عيونك، دير بالك. حالا این عمر گذرا، اونم که بگیم 70 سال زندگی میکنیم، ما این جوانایی که 20 سالگی و 21 و 22 ساله 23 اینا میرن چی؟ مگه نمیبینیم دیگه؟ داریم میبینیم دیگه، جوان بود و رفت، تموم شد. کارمند این کارنامه عملش بسته شد. قضیه جدیه، باید تکون بخوریم، شوخی نداره قضیه. حالا این عمری که اینطوری داره میگذره، سلام الله علیک یا سیدی، یا علی ابن الحسین، یا زین العابدین. آقا یه جمله خیلی قشنگی داره، میفرمایند که، مضمونو میگم، مضمون حدیث، اون ساعتی که نوزاد به دنیا میاد، ساعت اولش، اون
بزرگترین و طولانی ترین عمر انسان در اون ساعته. یعنی یه مثال بزنم، یک نوزاد یک ساعته بزرگتره یا یک آدم 100 ساله کدوم بزرگتره؟ داشتم میگفتم به عزیزمون آقای مصطفی، خیلی دقت کنید، ولی یه مثال آسون میگم که راحت بگذاریم. یک پسری که یک نوزاد 5 روزه بزرگتره یا یک بچه 5 ساله یا یک آدم 50 ساله کدومشون بزرگتره؟ ماها فکر میکنیم 50 ساله بزرگتره دیگه، نه؟ اگه دقت کنی نه، نه بابا، اون نوزاده بزرگتر از اون آدم پیر است. چرا؟ چون این نوزاد مثل اون شمعیه که تازه روشن شده. شمع رو ببینید، تازه روشن شده، بزرگ. اون آدم 5 ساله خود کوچکتر شده، 50 ساله کوچیک کوچکتر شده. اگه عمر انسان بگیم 70 ساله اوریجش 70 سال باشه، 50 سال یعنی بیشتر از نصف، دو سوم اینجوریش رفته، کوچیک شده این شمعه. این شمعه بزرگتره یا اون شمعی که تازه به دنیا آمده کدوم بزرگتره؟ اون نوزاده بزرگتر از اون بیچاره 50 ساله است. اون بیچاره 50 ساله از عمرش چیزی نمونده، یعنی عمرش کوتاه‌تره، یعنی سنش کوتاه‌تره، کوچیک‌تره. هر چقدر شما بزرگتر میشی، یک روز به روزات اضافه میشه، همونقدر تو به مرگت نزدیک و نزدیکتر میشی، به عمرت کمتر و کمتر میشه، سنت کمتر و کمتر میشه، تا اینکه مثل اون شمع خاموش بشه بره، تموم شد. حالا ممکنه یکی فوت کنه، ماشین بزنه بمیره، ممکنه خودش باشه باش بیاد کوچیک بشه و بمیره. طرف میگن آقا سکته مغزی کرد، نمیدونم سکته قلبی کرد، تعددت الاسباب والموت واحد. و آدم باید بره دیگه. لذلك اذا الواحد منا دقق في هذه المساله، تشوف اللي عمره ساعه جنين واصبح وليدا، خرج الى هذه الدنيا، هذا الان أكبر عمرا من اللي عمره 100 سنة. ليش؟ لأن هذا المتبقي القدر اللي ممكن يعيشه وسطيا، مثل الشمعة اللي موجودة الآن، أنت توك ولعتها واشتعلت هذه عطاء ونورا، أما تلكم فإنها أصبحت ضئيلة ضئيلة صغيرة، هذا أصغر من هذا. كل ما الإنسان يكبر عمراً كلما يصغر، يعني يقترب من الموت، يعني يقترب من النهاية. ولذلك مولاي وسيدي أبو عبد الله سلام الله عليه، الإمام الحسين يقول: إنما أنت عدد أيام، إذا انقضى يوماً منك انقضى شيئاً منك. امام حسین علیه السلام میفرماید تو چیزی غیر از روز و ساعت و سال نیستی، اگه یه روز ازت بگذره یک چیزی ازت کاسته شده، هی داری کمتر و کوچکتر میشی، عمرت کوچیک میشه تا بمیری تمام بشه بره. حالا اینا رو جمع کنیم، جمع بندی، ما ها خدا ما را بیهوده نیافریده. عرض شود خدمتتون، شما سود برای شماست، نفع حاصل شما می شود. سوم این که عمر خیلی کوتاه است، وقتم کم و راهم دراز، با این گدا قدری بساز. حالا خدا می خواد با این گدا قدری بسازه، چیکار می کنه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ببین کرم خدا رو، کرم خدا رو ببین. کاری نداریم به این مهمونی عجیب و غریبی که گسترده شده مثل این ایام.
ماه مبارک رمضان، کاری نداریم. یک شبی تو این ماه داره خیران من الف شهر، 83 سال. یعنی میخواد یه ترقی عجیب و غریب بهت بده. کرم خدا. شما احادیث رو ببینید، برید ببینید، تعجب میکنید. من قبل ولدا له، کسی که فرزندش رو از روی مهر پدری، مهر مادری نوازش بده، بوسه بزنه، فله 500 حسنه، 500 درجه حسنه بهش میدن. حالا ما نمیدونیم حسنه یعنی چی، میگیم حالا خب بده که چی میشه حسنه، حالا حالا یکی یا 1000 تا یا 500 تا. روز قیامت میفهمین یه دونش چقدر ارزش داره. دوزی که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، طرف میگه مادر تو رو خدا یه چیزی به من بده، یه حسنه میخوام کارم درست شه. میگه من خودم گرفتارم، برو که من باید درم، میترسم یادت بیفته یه چیزی از من بخوای بابا. واروحا. حالا خداوند تبارک و تعالی چقدر کریمه، تو نوازش میکنی بچت، اصلا احساسات خودت داره، ولی بازم بهت پاداش میده. این همه پاداش هایی که خداوند میده همش اینجوریه، کریم است، پاداش میده. تو باید قدرشناس باشی. الله تبارک و تعالی ینطی، کریم، اکرم الاکرمین. مثل الذين ينفقون في سبيل الله اموالا كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. آدم یه کار خوب میکنه، یه پولی، یک چیزی در راه خدا انفاق میکنه، خداوند میفرمایند که میدونی ارزشش چقدره، چقدر بهش پاداش میدم، نیکی میدم، چقدر خدای کریم. میگه مثل یک دونه ای که این دونه 7 تا شاخه چیز در بیاره، هر کدومشون باز 100 تا دونه روش کنه همینطوری، یعنی از یه دونه 700 تا. بعد میگه نه 700 تا چیه، والله یضاعف لمن یشاء، حدی نداره کرم خدا، والله واسع علی. میبینی طرف تعجب میکنه، صف نماز جماعت شرکت کنه اینجوری میشه و اونجوری میشه و 10 تا بیشتر بشه و فلان، و ملائکه دیگه نمیتونن شمارشی رو بنویسن. تعجب میکنی؟ تعجب نکن، خداوند کریمه. هؤلاء الذين يتعجبون هؤلاء الذين هم بخلاء البخيل، هالشكل اذا لا يؤتون الناس نقيرا. الشيء القليل في التمر هذا اخر اللي ما حدا عينه ما عنده شيء، حتى ذاك ما ينطي. لكن الله تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الغني الحميد يعطي. تشوف يستشكل كيف البكاء على أبي عبد الله عليه السلام له كذا وكذا وكذا وكذا. أنت هذا مستواك، أنت بخيل، أنت خسيس الطبع، أنت أصلا ما عارف منه أنت، ما عارف شنو أنت قيمتك، ما عارف نفسك. رب الأرباب كريم، والحسين يستاهل بيبي هو أمي مثل ما يقول ذاك، مو الله كريم إيه، والحسين يستاهل، الحسين يستاهل إيه. إذا الله كريم والحسين يستاهل، فشنو هذا النقاش والحكي والكذا؟ تراها مشايه بودن يا آدم ساده دلی که بنده خدا میشه که حالا چیزی هم بارش نمیشده، از این حالا بعضی موقع اینا باز از یه عالم بیشتر به خدا یه چیزایی میگن، آدم تعجب میکنه، مات میشه. 2 نفر داشتن با هم دیگه بحث میکردن، اونا هم طلب مانند بودن، راجع به
ثواب پیاده رفتن برای ابی عبدالله الحسین علیه السلام. آقا نمیدونی چه خبره، بی خداوند چیزیا به ابی عبدالله داده سلام الله علیه و علیه. عجیب و غریبه، عجیب و آدم دیوونه میشه اصلا. زیارت امام حسین علیه السلام، زیارته من بعد، زیارته اینقدر زیارت داره امام حسین علیه السلام، فقط میخواد خدا نزدیک کنه انسانو به ابی عبدالله، چون ابی عبدالله اون در خدایی که از اون در باید وارد مهمونی خدا بشی، کلید مهمونی خدا است ابی عبدالله سلام الله علیه. لذا این منده خدا همینجوری گوش میداد به حرفای این دوتا. این میگفت مثلا سند اون روایت نمیدونم چجوریه، سنده رو چیز کنیم، ضعیفه، حسنه، موثقه، چیه و فلانه و نمیدونم دلالتش چیه و فلان و جر و بحث بود. نزدیکایی که برسن به کربلا، نزدیکایی که حالا گنبد ابی عبدالله هم دیگه از دور نمایان شد، بنده خدا اومد جلو گفت ما چیز حالمون نمیشه، ما به اصطلاح عربی هستیم که خیلی هم حالمون نمیشه، ولی من یه سوال میکنم، حرفای شما رو گوش دادم، یه سوال دارم از شما. گفت بگو پیرمرد. گفت خدا کریم است یا نه؟ همین جواب ما رو بدی. گفتن آره خدا کریمه، اصلا خلقت تو هیچی نبوده جز اینکه کریم بوده و تو رو خلق کرده، کریمه. بله کلام خدا حدی نداره. گفت والحسین استاهل سلام الله علیک ابو عبدالله، امام حسین که داریم پیاده برایش دام بریم ارزش اینو داره که یه کریم یه چیزی بهش بده؟ گفاره. گفت اگه خدای تو کریم است تو بندش هم ارزش داره که خدا بهش بده، خب چرا اینقدر فلسفه و نمیدونم چی و این دلیل حدیث چیه و سندش چیه و فلان؟ امام حسین دیگه همه چی رو برای خدا داده، خب خدا هم بهش میده دیگه، خدا هم که کریمه، چرا اینقدر دیگه این ور اون ور میکنی سند و چیز میکنی؟ ابی عبدالله سلام الله علیه. لذا اون قضیه دوست دارم با این قضیه، شما شنیدید در شهر موصل، همین شهری که الان داری میبینید دیگه چی شده، از اون موقع وضع موصل یه جوری بود. یه شخصی بود به نام جمال الدین خلیعی، حالا خلیعیشو بعد میفهمی چرا شد خلیعی. اینا بچه دار نمیشدن، ناصبی بودن، پدرش ناصبی، مادرش هم ناصبیه. ناصبی یعنی اینا دشنام به اهل بیت میدادن، تا این حد بودن آقا، هستن میبینی دیگه اینا. تا اینکه مادر بنابر همون عقیده فاسد خودش یه نظری کرد، اگه بچه دار شدم بچم رو بزرگ میکنم به حد جوانی که رسید، اونایی که میرن در راه امام حسین علیه السلام بره راه و بر اونا ببنده، بکشه، قتل عام کنه، پولاشون رو بدزده تا دیگه اینا نرن. سبحان الله، میبینی هر سال زیادتر میشه رفتن به سید الشهدا علیه السلام. عزیزان بچه دار میشه، اسمش هم میذاره جمال الدین، بزرگ میشه به حد جوانی که میرسه از اون نظری که کرده بوده او رو خبردار میکنه، من نظرم این بوده و قضیه این طوریه. تا اینکه جوون بزرگ میشه و اشتد ساعده ای، فلما بلغ و استوا، جوونی شد رشید، گفتن حالا چیکار کنیم؟ گفتن تو موصل یه جایی هست نزدیکی ها اون شیعیان جبل عامل که لبنان باشه، لبنان کنونی اهل شام شیعه هاشون از اونجا وارد میشن، یعنی باید از موصل اون ورا رد شن برسن کربلا، برو اونجا، اونجا اینا رو بکش و قتل عام و نمیدونم رازنی و اینا از اونجا چیز کنه. رازنی رفت، روز اول چیزی حاصلش نشد، تا اینکه گفت این دفعه بریم نزدیکای کربلا اونجا کمین کنی. رفت خودش رسوند به یکی از جاهایی که مسیب بوده، کجا بوده
بعد از اینکه چند بارم برمیگرده، باری برمیگرده، ناراحت و مادر چرا برگشتی، برگشتم چیزی نبود و مشخصات اینا چجوری هن، اینا یه آدم هایی هن. زن بیشتر میبینی چون شوهراشون رو کشتن، جووناشون رو کشتن، اینا هم لباس سیاه میپوشن، پرچم سیام بر دست، بعضی یا پای برهنه و یا حسین یا حسین میگن. اگه اینا رو دیدی اونان، سوجی تو اونان، تارگت تو اونان، اونا رو باید شما بکشی و اینا. میره میرسونه خودش رو به جایی و کمین میکنه و تا اینکه قضیه عجیبش از اینجا شروع میشه. یه پلی بوده و از اون پول باید مردم رد می شدند و کمین کرد. اخذت هو سنه غفله من النوم، چشاش به هم زد، یکی خوابش گرفت، خواب شدیدی بر او نازل شد. از دورم یک قافله دید ولی دیگه توان این که بلندشه نداشت، خوابید، خوابش گرفت، خوابید. در عالم رؤیا، در عالم رؤیا خلیعی میگه من روز قیامت رو دیدم. انگار روز قیامت شد، اونم چه روزی عزیزان. یوما یجعل الولدان شیبا، انقدر روز قیامت ترسناکه. اگه یه مادری رو میگن، خداوند میفرماید اگه یک نوزاد، یه بچه اون روز را از هول اون روز اگه درک کنه، اون روزو از هول و حراس اون روز موهاش سفید میشه، پیر میشه. یوما یجعل الولدان شیبا و تراهم سکارا و ما هم بسکارا، مادر بچه رو پرت میکنه از شدت حراس. یعنی واقعا دیگه یک روز بسیار شدیدی است که در کل زندگی بشر همچی روزی اصلا اتفاق نخواهد افتاد تا اینکه روز قیامت رو ما ببینیم. نمیدونم چی قضیه، ولی یک گوشش رو به این آقا نشون دادن. یوم یفر المرء من اخیه و امه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ينقاي كاديد همداران سراسيم فران ميكونا، بچه از مادر فرار میکنه، زن و شوهری که تو دنیا زن و شوهر بودن فرار میکنن، مادر فرار میکنه، پدر فرار میکنه، برادر از برادرش فرار میکنه، از بس هراسیمه و ترسناک اون روز. همه ترسیده، همه به حال خودشونن، همه گرفتار اعمال خودشونن. وجیء یومئذ بجهنم، یومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکرا. در اون لحظات جهنم رو هم بیارن، ای وای بشر شروع میکنه، دستا رو بعضی ها گاز میزنن، آه و ناله جون بالا میاد. یوم اذی یتذکر الانسان و انا علم الذکرا. قولوا يا علي
ليتني قدمت لحياتي إن كاشيت شيء عمل صالح إن أغام جديدا جان مديدا روز قيامة ملائك يا عذاب مدن دنبالم كردن إراديم موغ ندارم كز إرادي ندارم آمدن ندارد فغلو خذوه بگیریدش فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوا ندامة ذيهنك بغزل زائر أبي عبد الله ازیاد بکنی بکشی برش دارید بذاریدش جهنم میگه التماس میکردم تو رو خدا توبه میکنم این کارو نکنید کسی به من مرد نداد بلندش کردن گذاشتنش پرتش کردن در عالم نیران و جهنم آه افتاد در جهنم و نیران جهنم حالا باید از نزدیک اهل نار رو ببینه لهم عویون که عویون کلاب و دعاب از شدت درد مردم داد میزنن جهنم یا داد میزنن اینگار یه گرگی اینگار یه سگی چطوری اون صدا از اونا داد از اونا بیرون میاد اینجوری همه داد میزنن لیقضی لن یقضی علینا مالک یا مالک لیقضی علینا ربک به خازن نیران میگن تو خدا به خدات بگو ما رو بکش درد زیاده ولیکن عذاب الله علیم میگه یه نگاه کردم دیدم آتیش چیزی از جسدم رو نمیگیره مالک نیران گفت ای آتیش چرا اینو نمیسوزونی مگه این راه زنی نمیکرد از دوبار امام حسین اینو اذیت نمیداد یا با عبدالله نار جهنم آتیش به زبان آمد آخه علیه غبار و زوار الحسینه مگه نمیبینی گرد و خاک قافل بزوار امام حسین بر بدنش بر محاسنش جذبیده و نشسته منی که آتش باشم نمیتونم اونو بسوزونم بیرونش گردن اونا رو گرد و خاک و شستن یه مردم دیگه در آتش فرو بردنه بارم آتیش کاری به کارش نداره حالا چرا مگه نمیدونی از این غبار از این گرد و خاک وارد جوفش شده این دیگه معتوق من ناره خدا هدایتش میکنه سرازیم چشار و باز کرد ای گابا عبدالله دید درست همون جاها رو محاسنش رو لبازاش گرد و خاکی جمع شده یا با عبدالله یه نگاهی کردید مردم قافله
زبی عبدالله و کربلا میره و همه نداشون یا حسین یا با عبدالله عبد والله یا زهرا ما ننسى حسینا خود جور زود بکر بلا رزید دم در ابی عبدالله افتاد خودش رو برد گرد بعت بی ابی عبدالله پابوزی چیزی از خاک ابی عبدالله برداش گذاشت رو صورتش رو شروع کردین ابیات خوندن يعني أبي عبد الله اللي من توبة منو ببخش يا حسين إذا شئت النجاة فزر حسين لكي تلقى الإله قرير عين فإن النار ليست همس جسما عليه غبار زوار الحسين يعني آتش به بدنی که از غبار زائر حسین بران نشسته باشه آسیبی بهش نمیرسه یا با عبدالله یا با عبدالله یک ستاری پرده ای از در ابی عبدالله افتاد بر روی این خلی یعنی یا خلی قبولت کردی بلند شو حالا بشو خادم الحسین اذا شئت النجاة فزر حسین عليه غبار زوار الحسين يا أبا عبد الله إلهي بالحسين إلهي العاف إلهي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين آية شريفة الرحمن تلاوت میکنیم در رأس حوائج تعجيل فرج امام زمان شفای جمیع مرضا، ادای دیون هر کی هر حاجتی داره انشاءالله امشب خدا بهش میده انشاءالله برکت ابی عبدالله بسم الله الرحمن الرحیم اما وَيَكْشِفُ السُّوءَ
من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم عجل لوليك الفرج يا الله والعافية والناس اللهم اشف مرضانا هد ديوننا اقض حوائجنا يا الله اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين يا الله خصوصا في العراق وبلاد الشام والمنطقة الشرقية والبحرين وفي كل مكان يا الله اللهم آمنهم في أوطانهم لا تسلط عليهم من لا يرحمهم يا الله اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا اللهم لا تخرجنا من هذا المجلس حتى تقضي حوائجنا الدنيوية والأخروية يا الله تقبل منا ومن المؤسسين عملهم على بأحسن قبولك وإلى موتاهم وموتانا وشيعة أمير المؤمنين خصوصا الشهداء الذين سقطوا في هذه الأيام رحم الله من أهدى لهم جميعا ثواب المحترمة الفاتحة مع الصلوات.